بسیار این جلسه در مورد مدل سازی آماری حرف میزنیم. یکم کلا شهود میدیم در مورد آمار و احتمال باز دوباره، بعد دو تا چیز معرفی میکنیم به نام گودنس آف فیت و ماکسیمم لایکلیهود، و در جلسه بعدم کانفیدنس اینتروال و هایپوتزیس تستینگ رو میگیم. مثل همیشه هم خب یه کدی هم تو آر میزنیم و اینها، صرفا برای اینکه ببینیم که چجوری با داده میشه کار کرد. اولش خب مدل سازی توی بیولوژی اصلا از کجا شروع میشه؟ ببینید شما یه دونه سیستم زیستی داریم، خب یه موقع یه سیستم زیستی دارین شما، خب شما این سیستم رو از قبل میشناسیم، مثلا مثل دیروز که ما اومدیم مثلا گفتیم که میوتیشن ها از فلان ریت میاد، یا مثلا تقسیم باکتری مثلا با فلان مدل مثلا میتونیم مدلش کنیم و اینها. پس یه وقتی سیستم رو میشناسیم، خب بعد موقع کاری که میتونیم بکنین چیه؟ اینه که سیمولیت کنیم. خب پس سیستم رو میشناسیم، سعی کنیم سیمولیت بکنیم. دو تا ویژگی واسه سیمولیت گفتیم، زمانی که حل مسئله به صورت تحلیلی قابل انجام نیست و یا زمانی که اکسپریمنت برای ما قابل انجام نیست، حالا یا گرونه یا هر چیزی. خب یه وقتی هست که سیستمتون آنناونه و اصطلاحاً اندازه گیری ازش انجام میدیم. یعنی مثلا من اون ریت فرض کنیم میوتیشن رو نمیدونم، بعد میام برای کلی HIV مختلف میام تعداد میوتیشن ها رو حال نسبت به یک ریفرنس سیکونس اندازه گیری میکنم، و بعد اون موقع تازه سیستمم رو میام میشناسم. خب زمانی که در مورد یه سیستم نون داریم حرف میزنیم و صرفاً میخوایم ببینیم که چه خروجی هایی ممکنه بده، خب و دنبال آوتکام هستیم، خب اون موقع اینجا احتمال رو داریم و در اون حالت دیگه چی رو داریم؟ آمار رو داریم. پس الان چیزی که ما داریم یه سری اندازه‌گیری از یه سری سیستم زیستی، و کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که اون سیستم رو بهتر بشناسیم. با اندازه‌گیری‌های مختلف سعی می‌کنیم اون سیستم رو بهتر بشناسیم. خب حالا نمونه‌هاش چیه؟ نمونه‌هاش همه دیتاهایی که وجود داره. خب دیتای ژنومیک وجود داره، دیتای ژنتیک وجود داره، نمی‌دونم دیتای عکس وجود داره، دیتا کلینیکال وجود داره. همه این دیتا ها به ما میخوان چه کمکی بکنن؟ برای اینکه ما یک سیستم زیستی واحد رو بهتر بشناسیم. خب مثلا میخوایم در مورد کانسر مطالعه کنیم، میایم مثلا جین اکسپرشن رو میگیریم، میایم جینوتایپ رو میگیریم، میایم عکس مثلا میگیریم از یه سری سلول هایی که حالا مارک کردیم به شکلی، و بعد میخوایم ببینیم که حالا چه ویژگی هایی دارن، چه فنوتیپی دارن مثلا. خب اگه بخوایم دقیق تر یکم ریاضی تر حرف بزنیم، احتمال این شکل سمت چپیه. ببینید این اف تتا که حالا اف بزرگ ما دیدیم دیروز دیگه، خب این تتا هم همون پارامتر در نظر بگیم. حالا مثلا تتا واسه باینومیال چی بود؟ تتا باینومیال چی بود؟ یه دونه زوج مرتب انوپی بود دیگه. درسته؟ تتا برای مثلا یه دونه پواسون چی بود؟ پارامترش چی بود؟ لامدا. درست. خب و به همیشه. خب پس ما یک توضیحی داریم از سیستم، از یه اندازه‌گیری از سیستم. خب و از این یه نمونه اگه بگیریم میشه همون متغیر تصادفیمون که اون ایکسی بود که حالا داشتیم، حالا مثلا متغیر تصادفی از جنس پواسون داشتیم، از جنس باینومیال داشتیم و اینها.
و بعد حالا با داشتن، حالا اینو من دیروز تعریف نکردم، با داشتن یه تتایی یا به شرط یه تتایی احتمال اینکه یه ایکس رو ببینیم رو میتونیم به دست بیاریم. یعنی چه؟ مثلا این دقیقا همونیه که انگار بمیسیم پیه احتمال پیه تتای ایکس مثلا ایکس مثلا برای پوازون. خب یعنی تتاتون رو دارین و میخوام ببینین که این که یه متغیر تصادفیه، از این توضیح رو ببینین که مقدارش برابر با ایکس کوچیکه چقدره، اینجا دارین. پس اینجا سمت چپی احتمال رو نشون میده، سمت راستی آمار رو نشون میده. چجوریه؟ شما یه سری اصطلاحاً ریالیزیشن از این متغیر تصادفی تو میبینین که این اسمش میشه دیتا. خب از این میبینین و میخواین حالا حد بزنین که اون پارامتر چی بود. خب مثلا مثل چی میگم؟ همین تعداد میوتیشن ها رو مثلا میبینین برای چندین تا نمونه از HIV و بعد اون موقع حدس میزنین که اوکی این که من میدونستم پواسونه، حالا این لامداش، این در واقع تخمینم از اون پارامتر، از اون پارامتر لامدا چیه. خب مثلا در هر مثلا 10,000 حرفی که از دی ان ایش بگیرم مثلا یه دونه میوتیشن داره، بنابراین تخمین من برای پارامتر میشه 1/10,000. درسته؟ پس این هم میشه استیمیشن. خب و بعدش میتونم این توضیح احتمالا رو بنابراین به دست بیارم. مثلا اگر که استیمیت کردم که لاندا، حالا من الان فعلا با لاندا حد نشوندم، مثلا مساوی با 1/10، موقع توضیحی که دارم برای اون متغیر تصادفی اینجوریه که پی 1/10 پواسون و در واقع احتمالش به دست میاد. خب حالا چند تا چیز بگم. این حته نشون دهنده تخمین ماست. این حد وقتی ما میخوایم بگیم یه پارامتر، یه تخمینی از یه پارامتر داریم، با حد نشونش میدیم. خب پس پارامتر درست ما میشه انگار پارامتر واقعی ما تتا، تتا حد میشه تخمین. درسته. ما در احتمال تتا رو داریم، حالا میخوایم یه احتمالی رو به دست بیاریم. در آمار چی کار میکنیم؟ دیتا رو داریم و میخوایم تخمینی از پارامترهای اون توزیع واقعی داشته باشیم. اگه یادتون باشه قبلا من در مورد همین رو به یه مدل دیگه گفته بودم. چجوری گفته بودم؟ گفته بودم این اولی چیه؟ کسی یادش هست؟ اینجا سورسمون آنونه دیگه. بالای چیه؟ چی؟ دقیقاً بالای آماره. الان ببینیم ما یه نمونه برمی‌داریم، خب از یه چیزی که می‌دونیم توش سیاه و سفید هست. خب این توضیح از چه توضیح میاد؟ توضیح باینومیاله، درسته؟ حالا وقتی که الان این نمونه رو داریم، پس ایکس رو داریم. خب کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که چی رو تخمین بزنیم؟ پارامتر رو. فرض کنید n هم داریم حالا. حالا فرض کنید که n هم مثلا دونسته است. یعنی می‌دونید چند تا توپ توشه، حالا می‌خوایم مثلا p رو تخمین بزنیم. یعنی p hat رو در واقع تخمین بزنیم. پس سورسمون آنون، دیتا رو داریم. این دیتا الان این توپان میتونن مثلا چه می‌دونم یه دونه جینوتایپینگ باشن، میتونه یه پروفایل جینومیکس باشه و هر چیز دیگه. میتونه عکس باشه. خب یه نمونه دیتا دارم میگیرم. یه میجرمنت دارم میگیرم. و با اینی چیه؟ احتمال. که پی رو من دارم، اینجا اینو پی رو دارم و حالا چیزی که میخوام داشته باشم این که مثلا احتمال این که این ایکس من مساوی با این مقدار خاص بشه. درسته؟ پس یکم فرمول بندی دقیق تری از اون حرفی که قبلا زدیم.
خب دیگه حرفا اونجا رو اینجا زدم همین. آها خب یه چیزی که وجود داره، من فقط قبلش یه نوتیشن جدید دیگه ای رو بگم. نوتیشنی که داریم اینه که برای متغیر تصادفی x اگه در نظر بگیریم، متغیر تصادفی x همون گسسته رو در نظر بگیریم، مثلا همون مثل پواسون و وانیلا، ما این شکلی نشون میدیم پارامترش رو، یه تتا x یا معادلا یه x و تتا تا معادلا پی ایکس به شرط تتا. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی این که ایکس به شرطی که، یعنی مقدار توزیع احتمال ایکس به شرطی که از توزیع با پارامتر تتا اومده باشه. یعنی الان اوکی دیگه، پارامتری که داریم حرف میزنیم که همون چیزیه که توزیع ما رو مشاهده، مثلا بین همه باینومیال ها توزیع چجوری اصلا متمایز میشن؟ با انوپی هاشون دیگه. درسته؟ بین همه پواسون ها با لامدا هاشون متفاوت میشن. خب حالا یه چیزی داریم به نام ماکسیموم لایکلیهود. ماکسیموم لایکلیهود چیه؟ زمانی که شما توزیعتون رو جنسش رو میدونیم، خب مثلا میدونیم باینومیال، خب و میخوایم پارامترتون رو تخمین بزنیم. مثلا ما در همون جهش ها، اگه در نظر بگیم جهش ها یا دونه اچ آی وی، میدونستیم پواسونه. حالا بحث این بودش که دیروز اگه یادتون باشه گفتیم فرض کنیم لامداشو میدونیم، لامداشو انگار میدونستیم دیگه، خب یعنی قبلا میدونستیم که مثلا با این ریت میوتیت میکنن اینا، ولی از قبل لامداشو میدونستیم. حالا کاری که میخوایم بکنیم چیه؟ اینه که اگر نداریم با استفاده از دیتا گرفتن تخمینش بزنیم. پس اگه دیروز سوالمون این بودش که از کجا این پارامتر داره میاد، جواب اینه که این کار با دیتا گرفتن انجام میشه، یا اینکه یه پرایور نالجی وجود داره. مثلا نمیدونم، مثلا از جنس این که فرض کنی که یک مثلا زیست شناسی از قبل خودش بدونه، مثلا حالا از این مثال ها هست دیگه، مثلا آره دیگه، از این جنس که از قبل مثلا یه دانشی داره. ولی فعلا ما داریم در مورد این حرف میزنیم که ما از قبل هیچ دانشی نداریم، صرفا یه دیتایی داریم و حالا میخوایم با استفاده از دیتا یه پارامتر تخمین بزنیم. این چه جوری به دست میاد؟ ما یک، فرض کنیم که ما یه دیتایی داریم، خب ما میخوایم یه چیزی رو بیشینه کنیم. چه چیزیه؟ احتماله. میخوایم اینو ما بیشینه کنیم. فرض کنیم که این x کوچیکه نشون میده که چه دیتایی رو دیدم، خب این x بزرگم که هم متغیر تصادفی است و به ازای تتا، پس این چیه؟ این تابعی از تتا دیگه، درسته؟ یادمون که فیکسه، حالا تتا رو که تغییر بدم این احتمال تغییر میکنه. قبوله؟ کسی هست اینو توضیح بخواد در موردش؟ بریم، من داده رو دیدم، قرار به دست بیاریم همین، آره دیگه، دیتا رو دیدیم، میخوایم که بر اساس این دیتا بهترین تتایی رو تخمین بزنیم. که انگار چیه؟ انگار میگه که من الان این داده رو دیدم، تتام اگر چی بود، من این چیزی که دیدم بیشترین احتمال رو داشت. خب پس دیتا رو دیدم، این چیزی که دیدم اگه تتام چی بود این بیشترین احتمال رو داشت. خب این تابعی از تتاست. خب بنابراین پاسخ من چیه؟ میشه آرگ مکس تتا پی تتا ایکسو. بذارین یه مثال ببینیم. مثال فرض کنی که من آزمایش پرتاب سکه رو انجام دادم، خب 10 بار انجام دادم مثلا، خب 10 بار انجام دادم مثلا، هد هد
خب و الان توی اینها 4 بار من دیدم که خط اومده، 6 بار دیدم که هد اومده. خب فکر میکنم که پارامتر چی بوده؟ پارامتری که برای توزیع برنولی داشتم، برای توزیع باینومیال هم داشتم. بهترین تخمینم برای اون چنده؟ چیه؟ نس نس باشه. الان 4 تا دیدم، 4 تا تی دیدم و 6 تا اچ دیدم. احتمالاً پارامتر چی بوده؟ 14 دهم. درسته؟ پارامتر 6 دهم. 6 دهم. درسته؟ خب پس الان کاری که من آمدم کردم چی بود؟ ببین من میتونستم ممکن بود پارامترم 5 دهم هم باشه، اینو ببینم ممکن بود. اما بیشترین احتمال رو، یعنی الان با عقل سلیم باش رسیدیم ولی به میسی هم در میاد. وقتی که این داده رو دیدیم، بیشترین احتمالی که این داده رو ببینیم چه زمانی رخ میده؟ زمانی که پارامترمون 6 دهم باشه. خب مثال دیگه همون سیکونسر رو در نظر بگیریم. فرض کنیم که مثلا من 10 تا فینوتایپینگ انجام دادم. خب و دیدم که مثلا سوالش یکم تغییر میکنه، مثلا توی سایت خاص مثلا توی این اسنی، توی این لوکوس مثلا ما از این 10,000 تا مثلا توی 1,000 تاش A رو دیدیم و توی مثلا 9,000 تاش B رو دیدیم. ببخشید A رو دیدیم، A کوچیک بود مثلا. خب علیل A رو دیدیم، علیل A کوچیک بود. خب و باز دوباره چی میشه پارامتر این که از در واقع بهترین تخمینم برای اینکه اسنیپ، برای اینکه پارامتر اینکه اسنیپ هم از جنس A بزرگ باشه چیه؟ 1 دهم. و به همین شکل. خب بعد برابری ما اینجوری میایم حل میکنیم مسئله رو. پس این از ماکسیموم لایکلیهود استیمیشن یا MLE. بعد خب یه چیز دیگه هم که بعد بگیم اینه که احتمال این که A رخ بده، B هم رخ بده، خب میشه اگر مستقل باشن اصلا که الان تعریفشو میگم، میشه احتمال A در احتمال B. مثل چی میمونه؟ شما 2 تا سکه انداختین، خب و هر کدوم احتمال این که مثلا H احتمالش مثلا بگیریم 14 دهمه و تی احتمالش چیه؟ 6 دهمه. حالا اینکه مثلا من هد هد ببینم چی میشه احتمالش؟ درست میشه 14 دهم در 14. خب پس این هم بازور با عقل سلیم جور در میاد. مثلا خودش تعریف استقلال هم هست، ولی استقلال رو در دنیای واقع اینجوری میبینیم که دو تا پیش آمد که اگر که یکی رخ بده احتمال رخ دادن دیگری تغییر نکنه. خب یه نمونه که مثلا از هم مستقل نیستن تو زیست شناسی چیه؟ مثلا هپلوتایپ رو اگه در نظر بگیریم، خب هپلوتایپ جاهایی هن که یه سری تکنوکلوئوتید داریم که اینا مثلا اگر یه دونه مثلا با یه دونه میتونن مشخص کنن. مثلا اگه یه دونش A بزرگ باشه، مثلا دو تا علیلی در نظر بگیریم، یه A بزرگ باشه و
بقیه‌اش همه‌شون به صورت یکتا مشخص میشه، با یک کوچیک باشه همین، یا حداقل با هم دیگه ربط دارن، یعنی احتمالی داره که بقیه چی رو رخ بده، برای این مثلا این استقلال نداره. خب پس این هم هست، پس این از استقلال. خب حالا اصل داستان کجاست؟ من مجبورم این کافتان چون جا نداره. اینجا حالا اصل داستان چیه؟ اصل داستان اینه که من اگر که یه سری ایونت مستقل از هم داشته باشم، بذار یه تعریف دیگه هم بکنم. تعریف دیگه هم اینه، دنباله از متغیرهای تصادفی رو تعریف میکنم. دنباله از متغیر تصادفی رو اینجوری تعریف میکنم که ایکس مثلا اینو در نظر بگیریم، این میشه x1 x2 تا x. این مثل چی میمونه؟ فرض کنیم که مثلا همین انداختن سکر در نظر بگیریم، هر کدوم از اینا میتونن 0 یا 1 باشن. خب و خب کل این چی نشون میده؟ مثلا اگه اینا تک تک میشن برنولی و این کلا یه دونه باینومیال نشون میده، یه دنباله از 0 و 1 هست. خب صرف هم میخوام بگم که اینجوری من نشونش میدم. اگه x بار بذارم بگم با x بار نشونش میدم. آره؟ نه، x های متغیر تصادفی هست که گفتیم دیگه، میتونن مقادیر عددی بگیرن ولی یک جایی از فضای حالت رو نشون. مثلا اینجا اگر که گفتیم مثلا تو پرتاب سکه مثلا اگه توضیح بدم مثلا زمان باشه، یه زمانی دیگه، حالا مثلا 10، هر چی هر عددی میتونه باشه، بستگی به البته شما تعریف کنین دیگه. فضای یه تابعی از فضای احتمالتون به اعداد حقیقی. حالا از این بگذریم. ولی پس اینم از این. خیلی خوب، حالا احتمال این که پس بنابراین x کوچیک بارم یعنی همین دیگه، یعنی مقادیری که یعنی یعنی x1 x2 تا x. این پایینی پس بالایی ها متغیر تصادفی هن، پایینی ها چی هن؟ مقادیر. حالا احتمال این که برای این x بار، من هی جایی این x بار رو تتا و اینا رو عوض میکنم، فرض میکنم که شما اینو میدونین دیگه که حالا این اینجا داریم توضیح رو نشون میدیم، حالا فرض کنین اینم تتا هم کنارشه. خب برای اینکه x بار رو ببینم چی میشه؟ اگر اینها از هم تک تک مستقل باشن چی میشه؟ حاصل ضربشون دیگه میشه پیه x1 x1 درسته؟ این مثل چی میمونه؟ باز دوباره همون مثال انداختن سکه. ما مثال انداختن سکه رو واسه میگیم که واسه همه قابل درکه، یعنی خیلی مثال اساسا خودش خیلی مهم نیست، صرفا قابل درک. مثال انداختن سکه این که مثلا من دنباله 0 1 0 مثلا 1 1 رو ببینم چی میشه؟ پیه دیدن این چی میشه؟ میشه پیه 0 در پیه 1 در همینجوری در پیه 1. خب پس این هم از پس ما چی تا الان گفتیم؟ گفتیم که توزیع احتمال با یه پارامتر تتایی رو در نظر بگیریم. بعد گفتیم اینجوری هم نشونش میدیم، بعد ماکسیموم لایکلیهود رو گفتیم که در واقع تخمین ما میشه اون تتایی که این رو بیشینه میکنه،
حالا دیگه الان میتونیم بذاریم ایکس بار، درسته؟ یعنی یه دنباله، یعنی یه تعدادی نمونه گیری، یعنی خب داشتیم و میخوام اینو ماکسیموم کنیم تا این تفاوتمون به دست بیاد. حالا همه اینا رو واسه چی گفتیم؟ واسه این که شما اگر که یه سری نمونه گیری داشته باشین از یه سیستمی، از یه سیستم زیستی مثلا، من واقعا صفحه لازم دارم، صفحه خالی جایی پیدا کنم، جنتیک دیفت اینجا میبینیم. خب فرض کنین که ما یه سری نمونه گیری داریم از یک چی؟ از یه دونه سیستم زیست. خب یه نمونه گیری انتایی مثلا داریم. خب پس اگه یه نمونه انتایی رو متغیر تصادفی در نظر بگیریم چی میشه؟ میشه x بار که این خودش میشه یه دونه x1 x2 تا xn. و اگر دیتا ما نگاه کنم دیتا هم چی میشه؟ به این شکل دیگه x بار میشه x1 x2 تا xn، درسته؟ این مثالش چیه؟ مثلا این x, x بزرگ بارمون چی رو نشون میده؟ تعداد، مثلا فرض کنین که من n تا قرار آزمایش انجام بدم، تو هر کدوم تعداد میوتیشن ها رو روی یه دونه سیکونس در نظر میگیرم. خب اینا میشن متغیر تصادفی ها. هر داده ای که میگیرم یه ولیو داره دیگه. خب مثلا یکیش دو یکی سه، این بالایی اون تعداد رو داره نشون میده، اون متغیر تعداد داره نشون میده، پایینی این داده، این داده است که به دست میاد. خب مثلا اگه این x بار رو بگیریم میشه مثلا اولی یکی دومی دو تا، پس این داده ای که داریم، درسته؟ خب آره مقدارمون چند، پس این دیتاست، اینم بگیریم مثلا اسمش رو بذاریم measurement، اینم مثلا بذاریم expect. خب آها بالا اینجوریه که ما میدونیم که میخواد قرار انت آزمایش انجام بده، واسه دت انت آزمایش میخواد انجام بده. خب تو هر کدوم از اینا دنبال چی؟ دنبال تعداد میوتیشن ها. خب تعداد میوتیشن ها با این متغیرهای تصادفی نشون، این تصادفی ان دیگه، درسته؟ هر کدوم از اینا یه عدد تصادفی میتونه تعداد متغیر نشون بده، ولی وقتی که من داده رو گرفتم میتونم با یه ولیو نشونش بدم که این میشه این پایینی ها، ایکسای کوچیک مثلا یک. چند تا شش تا میوتیشن؟ نه دقیقا تعداد میوتیشن ها رو الان در آوردیم. این اون بالایی میگه که بالایی یک متغیر تصادفیه، یعنی عددیه که میتونه تصادفی باشه. خب بعد من یه نمونه از اون رو برداشتم حالا که این چند میتونست باشه. آره به نوعی، آره یه مقدار، این درسته. بریم بالایی یه سری متغیر تصادفی، متغیر تصادفی یادتونه دیگه، متغیر تصادفی میتونست یه مقادیر رو اختیار کنه، خب ولی تصادفی بود مقدارش. در مورد میوتیشن میشه تعداد میوتیشن ها، نشون میده تعداد میوتیشن ها رو، ولی بزنیم با یه دونه شروع کنیم، بزنیم با یه دونه دقیقا دقیقا یعنی هر دو تا رو کلا یه اکسپریمنت انجام
تقریبا درست داره. ببینید ما اگه بزنید در مورد یه دونه حرف بزنیم، در مورد یه متغیر تصادفی چی میگفتیم؟ این ایکس چی بود؟ این تعریف متغیر تصادفی چی بود؟ یه تابعی از مجموعه همه زیر مجموعه های فضای حالت به چی؟ یا حالا یکم بخوایم غیر ریاضی ترش بگیم. آره میشه. آره عدد با عدد نشون میده. خب با عدد یه اتفاق زیستی رو داره نشون میده مثلا. خب مثلا اینکه میوتیت بکن چه تعدادی میوتیشن داری، میشه عدد دیگه، از جنس عدد. خب این ایکس به مقدار تصادفیه برای یه دی ان ای، درسته؟ قبوله دیگه. خب حالا اینکه من بگم که این ایکس برابر مثلا، یادتونه میگفتیم که مثلا احتمال اینکه این ایکس برابر 10 بود چی بود؟ یادتونه اینو میگفتیم دیگه، احتمال اینکه این ایکس برابر 10 بشه. خب من همینجوری میتونم بگم احتمال اینکه این ایکس برابر با ایکس کوچیک بشه. این ایکس کوچیکه انگار یه ریالیزیشن از اون ایکس، یه اکسپریمنت انجام دادم و اون مقدار دارم، میخوام ببینم که احتمال اینکه اون متغیر تصادفی که همون کانتا بود برابر این بشه چی میشه. حالا فرض کنید که من انتا اکسپریمنت انجام دادم. خب انتا اکسپریمنت انجام دادم و تو هر کدومش یه مقداری به دست اومده، اون بالایی داره میگه که کلا یه متغیر انتا متغیر تصادفی میشن، این پایینی داره میگه تو هر اکسپریمنت این مقادیر به دست اومده. خب پس این مقادیرن اون آره آره دیگه دقیقا یه نمونه از اونه، یه خروجی از اون اکسپریمنت. اوکی خب الان پس همه اوکی هم. خب حالا نکته چیه؟ نکته اینه که وقتی که من مثلا این تا نمونه میام میگیرم از یک دونه از یک دونه سیستم، این تا سمپل میگم از یک دونه سیستم، خب نکته ای که وجود داره چیه؟ اصطلاحا اینها ایکس آی ها اصطلاحاً آی آی دی هم. یعنی چی؟ یعنی independent identical distribution. خب از یه سری یعنی در واقع از یه توضیح گرفته شدن اولا، بدیهی که از یه توضیح گرفته شدن، دوما که بدیهی که اصلا مستقل. خب مثل اینکه حالا استقلالمون داریم درست تعریف کنیم، مثلا اگه من از این تا نمونه متفاوت که مثلا تو جاهای مختلفن تو مثلا مثلا به همیش ربطی ندارن نمونه بگیرم، میخوام کاملا بدی مستقل بگیرم. خب مثلا اگه مثلا کلی مثلا چیزی اینجکت کنم، بعد مثلا کلی اینو سوراخ سوراخ کنم دوباره بکشم، مثلا یه دونه مثلا اکسپرشن ازش بگیرم، ممکنه مستقل نباشه. پس معنی این استقلال هم مثلا مهمه، ولی فرض کنید که مستقلم، مثلا اگه من دارم جینو تایپینگ انجام میدم فرض از چند تا نمونه مختلف و مستقلن و اینها. خب حالا نهایتا نکته چی میشه؟ نکته این میشه که آقا کیه دیدن ایکس بار پی ایکس ببخشید پی اینکه ایکس بار بشه ایکس بار کوچیک. خب یعنی این مقادیر برای این اکسپریمنت ها رخ بده. خب میشه چی؟ دقیقاً میشه حاصل ضرب ایکس یک مساوی با ایکس یک بشه در ایکس دو مساوی با ایکس دو بشه تا ایکس ان مساوی با ایکس ان. درسته؟ نه قبول پس. خب پس کیه؟ x بار مساوی با x بار خب حالا چیزی که من دنبالشم چیه؟ اینه که بیام کیه؟ میخوام ستاحت رو به دست بیارم. خب حالا اینو تعریفش چی میشه؟ تعریفش این میشه که اون بالایی چی میگه؟ میگه که احتمال این که من این داده رو دیده باشم دیگه، احتمال که این داده رو دیده باشم. ولی اینجا یه تتایی هم داشتیم دیگه، یعنی کیه در واقع اون بالایی یه تتا هم داره، یعنی احتمال این که با پارامتر تتا باشه توضیح مشخص. خب پس
در واقع کاری که من باید بکنم اینه که فتاحت من میشه چی؟ میشه آر مکس فتاهایی که بشن یه فتا. این هم قبول دارن همه. خب این که همون چیز هست، یعنی این خود این ایکس بار هم یه متحرک تصادفی ها، یه متحرک تصادفی چند بودیه فقط. اون پایینیش هم یعنی اون کوچیک هم یعنی یه ویژوال یه ریالیزیشن از همون بودن. خب حالا نکته که وجود داره، بنابراین من بعد آرد مکس چی رو دست بیارم؟ ضربه رو به دست بیارم، یه ضربه با علامت پای نشون میدم. خب کدوم تتایی هست؟ کدوم تتایی هست که این رو عبارت رو ماکسیموم میکنه؟ درسته؟ خب پس همین رو، خب یه چیز دیگه هست، نکته اینه که من اگه بیام از این بالای لوگاریتم، اینجوریه که لوگاریتم رو همه آشنام باش؟ خب پس تتا هست و ضمناً سعودی هم هست دیگه، اونایی میدونین که اونایی کشیدن شکم لوگاریتم سه سعودیه. خب اصلا اگه از این بالایی لوگاریتم بگیرم، اون پارامتری که میاد این عبارت رو ماکسیموم میکنه، لوگاریتمش رو هم ماکسیموم میکنه. مثلا کافی از بالای لوگاریتم بگیم. یعنی چی؟ یعنی تتا هت میشه آرگ ماکس لوگاریتم یه تتا ایکس هت مساوی با ایکس با ایکس بار مساوی با ایکس بار، این که میشه این مساوی با آرگ ماکس سیگما یک تا این سیگما هم که جمع دیگه. لوگاریتم های خب حالا اینکه چه کمکی من میکنه اینا، حالا خلاصه. خب حالا میخوایم با همین یه دونه مسئله حل کنیم، بعد بریم توی آر کار کنیم. خب پس تتاهت میشه این. خب بعد یه چیزی فقط، اگه این تاب احتمال ما مشتق پذیر باشه، اتفاقی که میفته اینه که برای اینکه شما این تتاهت رو به دست بیارین، خب آها به این تابه هم راستی میگیم به این تابه لاگ، به این تابه اصلا خود این تابه پیه تتا ایکس هت مساوی با ایکس هست لایکلیهود فانکشن نه خود این لاگلیوت فانکشنه، بعد لاگش قاعدتا میشه لاگ لاگلیوت فانکشن. لاگ الان میگم شد
این لاگ ویژگی که داره اینکه ضرب رو به جمع تبدیل میکنه و خیلی محاسباتمون راحت تر میشه. واسه این لاگ میگیم ضرب، اگه از ضرب لاگ بگیریم میشه جمع تک تک لاگ. این ضربه رو اگر این بالایی رو اگر ازش لاگ بگیریم خب میشه این پایین، میشه جمع تک تک لاگ. خب پس این هم لاگ لایکلیهود فانکشن. حالا ما برای اینکه یه تابو ماکسیموم کنیم، یه تابه که حالا مشتق پذیر هست رو ماکسیموم کنیم، چیکار میکنیم؟ میام ازش مشتق میگیریم. پس اف رو فرض کنیم که میخوایم ماکسیموم بگیریم، چه مشتقش مثلا با صفر بشه. چرا؟ چون اگه فرض کنید که یه تابع مشتق پذیر باشه مثلا این شکلی باشه، ماکسیمومش اونجایی که رخ میده این مشتق صفر بشه. مشتق میشه خط مماس بر منحنی تابع. میشه اینو بگیریم f f'. و جایی که f مساوی با صفر ما ماکسیموم بشه. پس حالا نهایتا ماکسیموم لایکلیهود چجوری به دست میاریم؟ ماکسیموم لایکلیهود تتا هات چجوری به دست میاد؟ کافیه که از این لاگ لایکلیهود هم بزنیم اسمشو ال. خب جایی که ال هات تتا مساوی با صفر، اون تتایی که این مشتق رو صفر میکنه میشه تتا هات. حالا بیام یه مثال حل کنیم، یکم فکر کنید روش. فرض کنید که این دنباله 0 و 1 و 1 و 0 و 0 و 0 و 1 و 0 و 1 و 0 رو دیدیم. خب حالا پارامتر اینا از یک برنولی اومدن مثلا. خب هر کدوم از اینا از یک برنولی اومدن. بگم چی مشکل برنولیه؟ برنولیه تتا این ایکس آیا از این اومده. خب حالا ما همچین دنباله رو دیدیم، میخوایم پارامتر تتا رو تخمین بزنیم. حالا اگه که بخوایم دستی حساب کنیم و همون جوری که خودمون حساب کردیم، این یکی دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شیش تا، کلش هم که ده تا، همون چهارده هم درسته؟ ولی میخوایم اینو با همون روشی که گفتیم حساب کنیم. یه لحظه برگردم، گفتیم که چی و مشتقش رو صفر میذاریم؟ نه ها بیاین تابعش رو بنویسیم. خب هر کدوم از این ایکس آیا پیه بشه اگه تتا باشه پارامترمون. خب پیه ایکس مساوی با ایکس چی میشه؟ آره این یکم سخته. مثلا اگه بخوام این تابعش رو بنویسم میشه پیه، میشه تتا رو پاش میذاشتیم پی، باید این رو بذاریم حالا یه تتا گذاشتیم، میشه تتا به توان x در یک منهای تتا به توان یک منهای x. این چجوری میشه؟ فرض کنید که x هم یک باشه. خب فرض کنید x هم یک باشه، باشه این تی رو تتا رو، این تتا صرفا اسم پارامتر ها، این تتا رو فرض کنید مثلا 14 ها میتونه ترجمه. خب فرض کنید که خواهم احتمال این که اگه فرض کنیم که آره احتمال که یک بیاد چی میشه؟ احتمال که یه دونه برنولی یک بیاد چی میشه؟ پی میشه دیگه، پی بود دیگه، همون تتا همون الان میشه تتا میشه دیگه، درسته؟ پس اگر که یک باشه این تابع هم چی میشه؟ اگر x مساوی با یک باشه این تابع هم چی میشه؟ بذاریم توش
اگه یک بذارم اینجا میشه تتا به توان یک در یک منهای تتا به توان صفر که میشه یک، خب و میشه تتا، درسته؟ اگه صفر بذارم چی میشه؟ اگه صفر بذارم این که میشه یک، این میشه یک، این یکی چی میشه؟ میشه یک منهای تتا به توان یک، میشه یک منهای، درسته؟ پس این تابر من آدم اینجوری نوشته. خب حالا اینکه اون دنباله رو ببینم، یعنی پی تتا ایکس بار بشه ایکس بار چی میشه؟ میشه حاصل سر به اینا بنویسیم با هم دیگه. اولی چیه؟ صفره، دیدیم شد یک منهای تتا. دومی چیه؟ یک شد تتا. سومی تتا، یک منهای تتا، یک منهای تتا چون سه تاست، من دیگه واقعا چون تنبلم اینجا میسنم به توان سه در تتا در یک منهای تتا در تتا در یک منهای تتا، درسته؟ ها کلن اگه اینو بخوام خلاصش کنیم چی میشه؟ میشه یک منهای تتا به توان چند؟ به توان 6 در تتا به توان 4. خب این یه تابع پیوسته از تتا، حالا کافیه نسبت تتا مشتق بگیم. خب ولی این خیلی سخته ازش، من خودم سختم ازش مشتق بگیم، چون من لاگ میگیرم، لاگ میگیرم، پس لاگ 1 منهای تتا به توان 6 در تتا به توان 4 میشه 4 تتا به اضافه 6 در ببخشید منهای، چرا اصلا این اشتباه نوشتم، میشه 4 در لاگ تتا به اضافه 6 در لاگ 1 منهای تتا. خب پاش صفحه خالی دیگه هم داشته باشم. خب پس اف تتا مون که قرار بود مینیمومش کنیم شد چی؟ بیاش ال تتا رو میسنم بگیم، لاگ لاگ لیمیت بود دیگه، ال تتا شد 4 در لاگ تتا به اضافه 6 در لاگ 1 منهای تتا. مشتق بگیریم از این، اولی چی میشه؟ میشه 4 به روی تتا منهای 6، یعنی مشتق اگه بگیریم از این داخلیش میشه یه منها میاد بیرون به روی یک منهای تتا. باز هم ادامه میدیم، درست نوشتم؟ درسته؟ خب میشه 4 منهای 4 تتا منهای 6 تتا منهای 6 تتا تقسیم بر تتا در یک منهای تتا، اینو گفتیم برابر صفر باید قرار بدیم دیگه، درسته؟ بیم تتامون میشه چی؟ میشه این. حالا الپریم تتا رو مساوی با صفر ببینیم چه تتایی الپریم رو صفر میکنه، مشتق گرفتیم ازش. خب این چی میشه؟ در نتیجه 4 منهای 10 تتا باید مساوی با صفر بشه، در نتیجه تتامون مساوی با 14، همونجوری که با عقل سلیم خیلی راحت بهش به دست می آوردیم الان با فرمول بندیش رسیدیم. ولی واقعیت همینه که چی شده؟ اصلا کلن لازم نیست شما مشتق بگیم، من صرفا خواستم کلیت داستان رو بگم، الان میریم تو آر اصلا کلن فراموش، ولی حرف اینه، یعنی کلن ما تخمین پارامتر رو از اینجا یاد میگیریم که الان اصلا دیروز حرفی بودش که لامدا از کجا میاد، نمیدونم فلان مثلا پارامتر از کجا میاد، مثلا همون سل هایی که استم سلی بود که دیفرنشییت میشد، ما اونا رو چجوری به دست میاریم؟ میبینیم مالتینومیال ها رو واقعا میبینیم که چند درصد میرن توی چند درصد میرن توی چند و دقیقا معادله هم. حالا یه جاهای اینقدر ساده است، سکه انداختن خیلی ساده است، ولی خب یه مثلا توضیح نرمال اینا رو بخواید باهاش کار کنیم واقعا اینقدر بدیهی نیستش، مثلا پارامترش چند در میاد، پارامترش اینقدر واضح نیست. خب ما تا یک وقته بسیار خوب میریم الان یه دونه
چیز انجام میدیم، تمرین انجام میدیم با آر. پس اون ماکسیمم لایف میل استیمیشن هم گفتیم. ماکسیمم لایف میل استیمیشن کجا به کار میاد؟ من توضیحو میدونم مثلا باینومیاله، صرفا میخوام پارامتر رو به دست بیارم. حالا از کجا بدونم توضیح باینومیاله؟ این مسئله دیگه است. حالا همه اوکی ان دارن دنبال میکنن. این نه؟ حال میکنین؟ اصلا. خب ببینید آره دیگه آره برنادی آره درسته آره دیگه مثلا من تو مدل سازی با باینومیال من باینومیاله حالا میخوام صرفا پارامترش رو پیدا کنم ولی اینکه بعد بدونم مثلا باینومیال پوآسون یا یونیفرم چیز دیگه است برای این از یه چیزی استفاده میکنم به نام گودنس آف فیت خب که ما الان میگیم که چی امیدوارم پخش زنده رو چک کنیم درسته یا نه خب من یه اون دیتا گذاشتم براتون توی اون فولدر دیتا اگه میشه اینو دانلود کنین اسمش e-sad.rdata است خب اینو دانلود کنین بعد قرار با این کار کنین نه یه دونه جدید گذاشتم e-100 اونو دوباره بگیم بیست خیلی باید حجمش کمه باید سریع دانلود شد ویبینار رو چک میکنیم درسته اوکی. تصویر اوکیه آها بعد که گرفتینش این با این دستور لود لودش کنی فقط این آدرسی که آدرس درست رو بهش بدین یعنی حالا من یه آدرس کامل بهش بدین دیگه این صرفا فایلش مثلا اگه تو دانلودتونه حالا من نمیدونم چجوری سیستمتون ولی مثلا میتونه این باشه یعنی فایلتون آدرسش رو بهش بدین آدرسش رو بهش بدین حالا واسه من اینجاست من یه توضیح هم در مورد این قالب بدم آر دیتا اینجوریه که شما هر نوع دیتایی رو میتونید ذخیره کنین و دوباره همونو بازیابی کنین اصلا دیگه لازم سی اس و اینا سیو کنین و اینا خیلی هم راحت با مثلا این سیو حالا یه چیزی که توی انوایرمنت هست مثلا من مثلا دی اف دیتا دی اف دات آر دیتا صرفا حجمش کم بیشتر از این سی وی اینا سی اس وی اینا میتونه باشه زمین که نوعای مختلف هم میتونه باشه همه لود کردن اینو کافیه که دانلودش کنیم و آدرسی جایی که داریم فایل ها رو بدیم بهش دیگه پیشنهاد من این بودش که یه فولدرهایی که میزونیم کد و دیتا و فلان
من خودم توی دیتا قرارش دادم. حالا ببینیم این داده تو چیه. ببین وقتی من لود میکنم این آر دیتا بهتون گفتم دیگه، هر نوع داده ای رو شما میتونید سیو کنی، فقط نکته ای که وجود مثلا حتی میتونید چند تا دیتا فریم رو با هم سیو کنی بعدش هم با هم بخونی، خیلی راحت داره استفاده، ولی بعضی موقع حجم زیادی میگیره. خیلی خوب. خب این چیزی که خونده اسمش چیه؟ ایسد فکر کنم. برای اینکه دایرکتوری پروژه رو بفهمیم گت دبلیو دی رو میزنیم، برای کسایی که گت دبلیو دی، ست دبلیو دی هم برای اینکه اون بالا میشه گت ورک دایرکتوری، ست ورک دایرکتوری. خب آقا بریم شروع کنیم واقعا. الان ایسد رو اگه ما ببینیم، این ایسد چیه؟ فرض کنی که یه سیکونس پروتئینی دارم، خب میتونه مثلا یه سیکونس بلند پروتئینی دارم و تعداد میوتیشن ها رو شمردم. خب بعد تعداد میوتیشن ها رو شمردم، ولی نکته که وجود داره یه دونه از اینا اوتلایر بذارین، یه دونه باکس پلاتش رو بکشین. اگه باکس پلات این ای صده رو بکشین که میبینی یه دونه اوتلایر داره. خب این اوتلایر هم یه دونه است دیگه و ماکسیمم این مقادیر هست. میام اولش برای اینکه این اوتلایر رو حذف کنیم. خب آها یه چیز، من ویچ رو به شما گفتم دیگه، یه چیز دیگه هم هست ویچ ماکس. خب اگه ویچ ماکس بزنم، ویچ دات ماکس به من چی میده؟ اندیس ماکسیمم رو هم برمیگرده. خب بنابراین اگه بخوام خود از ماکسیمم داشته باشم چیکار میکنم؟ ایصد میگم ویچ ماکس، ویچ دات ماکس ایصد، درسته؟ این از این. حالا میخواستم ما این برای سلکت کردم و برای دی سلکت کردن چیکار میکردیم؟ منفی میذاشتیم پشتش دیگه، منفی پشت اون اندیسایی که نمیخواستیم. پس اینو اینم میزنیم. خب چیزی که الان داریم یه سری چیز بین صفر تا دو، درسته؟ حالا اگه یادتون باشه ما گفتیم این رو با چی مدل میکنیم؟ فواسون مدل میکنیم، درسته؟ خب حالا ببینیم که اصلا یه همچین شکلی داره بین صفر یک دوش. خب حالا میخوایم با فواسون مدلش کنیم. یه لایبری هست به نام VCD، لطفا اینو اگه نداری نصبش کنی، install dot packages VCD. این به ما دو تا ابزار میده، دو تا ابزار میده، یه دونه good fit، خب یه دونه هم روتوگرام که حالا من میگم این چیه. تا موقعی شما VCD رو نصب میکنیم من بگم این چیه. این good fit به من VCD مال پکیج VCDه دیگه، یعنی VCD یعنی اسم پکیجه. آره خب حالا نکته گود فیت چی میگه به ما؟ به ما گود مثلا فیت رو میده، یعنی میگه که چقدر این داده ای که دارم با یک توضیح ایمچ چی؟ نه رگرسیون خیلی در مورد توضیح حرف نمیزن، ولی اینجا داریم در مورد این حرف میزنیم که شبیه چه توضیحیه. من چند حالت میتونم چک کنم که شبیه چه توضیحیه. خب مثلا برای توضیح نرمال میدونم شیپش شبیه همون زنگوله است و اینا، میتونم پلات کنم و ببینم آیا شبیه زنگوله ها، مثلا آیا مثلا چقدر شبیه نرمال، یعنی چقدر من اینجا سیمتری میبینم و چقدر شبیه چقدر بل شیپ ده نمیدارم. ولی مثلا برای همچین چیزی مثلا نمیتونم بفهمم که این چه توضیحیه، یعنی میتونه باینومیال باشه، میتونه پاسون باشه، از برای این میام چیکار میکنم؟ یه چیزی به نام گودنس آف فیت میزنم، حدسامو همه رو امتحان میکنم و بعد میبینم که چقدر خوبه این حدسام. خب الان همه نصب کردن وی سی دی رو. گود فیت به شما میگه که چقدر داده ای که دارین با یه دونه توضیحی که حالا بهش به عنوان ورودی میدین مچ.
اگه ندونیم توزیعش چیه همین دیگه توزیع مختلف رو امتحان میکنیم. مثلا من اینجا میتونم باینومیال بزنم. آها، معیار خوبیش اینه که چقدر یه سری آماره رو شبیه آماره های اون توزیعه، مثلا میانگینش، مثلا واریانسش، اینا چقدر شبیهه. ببینید مثلا برای پواسون، خب اگه فرض کنم پواسونه، این برای پواسون ماکسیموم لایکلیهود اون پارامتراش یه تخمینی داره. خب بعد اون تخمین رو میذارم داخل این و میبینم که چقدر در واقع با پواسون واقعی با اون پارامترهایی که شبیه اون تخمینه مطابقت داره. چرا ممکنه؟ یعنی یه چیزی ممکنه بین باینومیال پواسون باشه مثلا. قشنگ هم بین باینومیال پواسون هم منطقی، مثلا همون چیزی که گفتم خطاتون رو فرض کنید احتمال خطاتون خیلی کمه، اول طولتون کم باشه این باینومیاله، طولتون که زیاد کنید شبیه پواسون میشه. دقیقا اون وسط بنابراین یه چیزی بین پواسون و باینومیال. نورمال تو پکیج گیرید باید داشته باشه، دوباره پکیج گیرید پس نصب کنید. آره بعد اینو باید رفعش کنیم. حالا بذاریم ببینم پکیج بی سی دی رو جور دیگه هم میشه بذاریم. ببخشی یه لحظه بی سی دی بگیم شما سوالتون. بذاریم چک کنیم. اوکی شو خیلی خوب. این نورمال برای متغیر پیوسته، آره برای متغیر پیوسته کار نمیکنه و ولی اگه گسسته باشه میتونیم بین اون چیزی که داره امتحان کنیم. برای نورمال خیلی خوب. برای حالا پواسون اینو میریم ببینم جی اف هم توش، جی اف یک هم توش چی داره.
دراسوست خب حالا ما اینو واسه چی به کار بردیم؟ ببینیم من الان اومدم بین دوتا توضیح پوآسون و باینومیال ببینم که چقدر خوب فیت میشن به این E99 که داریم. خب گفتن خروجی گود فیت چیه؟ ببینیم الان من اگه GF1 رو چاپ کنم میبینم که چجوریه. میگه که احتمال این که با حالا پارامتری که خودش تخمین زده دیگه، خب میگه که اون چیزی که من ابزرو کردم، بذارین ضمناً این E99 هم تیبلش رو بگیریم. E99 همونی که خوندیم، خب 58 تا تو 0 بودن، 34 تا 1 بودن، 7 تا 2 بودن دیگه. خب بعد اومدم پواسون فیت کردم، اینجوری شدش که 58 تا 0 شدن، 34 تا 1 شدن، 7 تا 2 شدن. این ابزرو دشینه پس بنابراین اون چیزی که داریم. و اونایی که فیت شدن، یعنی اگر که من پواسون فیت کنم به این داستان با حالا پارامتری که دارم، چه مقدار در میان، چه مقدار به صفر در واقع میافتن با همین، از همین مجموع. خب با همین مجموع حالا 58 تا 34 تا فرق، مثلا 60 خورده 60 مثلا حدودش 61 میافتن توی صفر، حدودش 30 29 نیم تا میافتن، مثلا 30 تا میافتن توی 1، حدودش 7 تا میافتن توی 2. خب بنابراین این نشون میده که اگه پواسون فیت کنم تقریبا برابرم. خب تقریبا برابر. حالا میام باینومیال فیت میکنم. خب پس این ابزرو شد اون چیزی که واقعا داریم، فیتت شد اون بهترین تخمینی که حالا با توضیح پواسون میتونیم بهش برسیم، بهترین برازش میتونیم با توضیح پواسون بهش برسیم. حالا باینومیال واسه همین کارو میکنم، چه اتفاقی میفته؟ مثلا باینومیال فقط یه نکته‌ای داره. باینومیال دو تا پارامتر داره دیگه. خب یه دونه چیز داره، یه سایز داره و یه دونم پی داره، درسته؟ خب برای اینکه من الان من یه پارامتر رو تخمین بزنم، یعنی یه پارامتر درجه آزادی داشته باشه، منطقیه دیگه، دو تا پارامتر رو با هم نمیتونه این کار انجام بده. البته میتونه انجام بده، ولی گفتیم اینو فیکس کنیم که این صد چی نشون میده. زمینن طول اون دنبال پروتئینی رو نشون میده. من به جای صد یکم میخوام فیرتر عمل کنم، 1000 میدم به، چون طولش بلند بوده اون. و میام GF2 رو نگاه میکنم. حالا اگه GF2 رو ببینم، حالا یه چیزی رو فیت کرده اینجا و میبینم که مثلا observed برای 0.58 در حالی که برای باینومیال شده 6 و به همین شکل. ولی این رزیجوال هم نشون میده که چقدر در واقع خطا دارم. خب
و خب اگه جمع خطاهاتون یکی رو با جمع خطاهاتون یکی مقایسه کنیم می‌بینیم که اکیداً یکی کمتر، یعنی که پواسون بهتر فیت شده تا باینون. نن زده به خاطر اینکه هم این صفر پیش بینی کرده همون صفر بوده. میشه نه معنی نداره ولی آره منطقی. آخه سایزمون واقعا 1000 بود، مثلا در اوردر زیاد بوده، صرفا اینجوری مثلا این کار کردم. ولی و خود اون میاد کم بهترین پارامتر رو برای پی انتخاب میکنه، برای این پی رو احتمالا خیلی کم تخمین زده. خب با ماکسیموم لایکلیود میاد اون پی رو پیدا میکنه، اون پی رو واسه خودش تخمین میزنه، بعد مقایسه میکنه که اون حالا با اون پی که تخمین زد و این اینی که الان ما بهش دادیم، اگر که بخوایم چه فاصله داریم از این توضیحی که الان دیدیمش. خب الان همین. خب پس الان اینو دیدیم، پس دیدیم که باز پواسون خیلی بهتر از باینومیال فیت میشه. خب خودش که مقایسه نمی‌کنه، ما با قرار مقایسه کنیم، همون رزیدوال رو جمع میکنیم و میبینیم که جمعش چقدر میشه. رزیدوال یه خطای قابل مقایسه ایه، هر چقدر خطا همون بیشتر باشه بدتره دیگه. چرا الان ببینین جی اف، الان جی اف وان رو اگه من بگیرم، اگه این دالر رو بگیرم، یه فیتت دارم یه ابزرو، این دی اف رو دارم، دی اف که نه چیو بگیریم observed من های fitted هم معیار خوبیه. مثلا observed مثلا همچین چیزی observed من های fitted، مثلا به توان 2 شو اگه در نظر بگیریم، تقسیم کنیم بر تعداد به توان 2 تقسیم کنیم بر مثلا اون 1000 که میشه اون سایز واقعی همچین چیزی. خب حالا این برای دو بعد انجام میدیم. یه همچین چیز، یا مثلا نسبتشون، نسبتشون هم عدد منطقه. خب بعد اینا رو دیگه با سام رو وکتور حالا روتوگرام چیکار میکنه؟ روتوگرام میاد همین رو ویژوالایز میکنه، میگه که به این شکل نه فیتد احتمال نیست، فیتد مقداریه که آره اساین شده به اون کوانتایل، یعنی مثلا کدوماش صفر شدن. یه باینومیال اگه داشته باشم چند تاش صفر میشن، چند تاش یک میشن. بالاتر از این، آها این 99 همون ایصد بود، ما فقط ماکسیمومش حذف کردیم چون آوتلایر بود. سایز چه کنم؟ آه منطقی. این هم خیلی خوب در اومد، ولی همچنان بیاین چیزشو مقایسه کنی. این بهتره؟ یعنی این بهتر. فقط یه نکته ای داره، ولی نکته اینه که توی واقعیت خب تو باینومیال دوتایی نداری، یعنی تو داری در مورد یه سیکونس حرف میزنی، میخوای بهترین چیزی که فیت میشه به تعداد میوتیشن ها توی یه سیکونس مثلا تقریبا 100 هزار تایی رو داشته باشی. خب اینو با باینومیال دوتایی نمیتونی مدل کنی. چی میگم؟ با یه پواسون مدل میکنی که میتونه 100 هزار هم بگیره، ولی همچنان با ساده سازی و اینها اینم قابل قبول داره. مثلا اگه فرض کنیم که بیشتر از دو تا میوتیشن نداریم، اینم قابل قبول. اون پارامتر خب وقتی که ما الان مثلا تو باینومیال بیشتر از یه دونه متغیر داریم، خب اگه اون تو ماکسیمم لایکلیود میتونه همه رو با هم آپتیمایز کنه، ولی خب مثلا اینجا ما اینجوری بودیم که میدونیم که سایزمون و
مثلا سایز سیکونسمون خب که یکی از پارامترهاست، این مثلا در اوردر مثلا 1000، حالا اینجا که 100000 ولی مثلا در اوردر 1000. خب حالا روتوگرامو اگه بزنم فقط اینو بذارم 1000 خب ببینید این کاری که میکنه چیه؟ این قرمزها خب اینا مقادیر درستن توی پواسون. خب بعد این سبزا ارتفاع هر کدومش نشون میده که ما چه مقداری خودمون ابزرو کردیم. پس این قرمزا فیتدن، خب این سبزا چیان ابزرو. خب بعد من هر چقدر الان این صفر مثلا هر چقدر از این صفرم بالا یا پایین باشم، این پایینم بالا یا پایین باشه، یعنی که دیویت کردم از اون توزیع، از اون توزیع من دیویت کردم. خب حالا همینو برای جی اف 2 هم انجام بدیم ببینیم که ببینیم نتیجه چه شکلی میشه. مثلا اگه نه ماکسیمم نیست، ببین این قرمز این خودش نمودار اومده یه جوری کشیده. خب حالا اینا این واقعا یه خط صاف نیست، خب یعنی اسکیلر یه جوری تغییر داده که این خط صاف بشه. خب این نکتهش اینه که این قرمزا مقدار درستن توی پواسون، مثلا توی اون چیزی که ببخشید توی اون چیزی که فیت شده، این سبزا اون چیزی که واقعا ابزرو کرد. خب هر چقدر مثلا این بالا پایین شدن ها از این خط صفر زیادتر باشه، یعنی اینکه تو فیت عدم خوب فیت نشده داره. آره دیگه بهترین حالتش که دقیقا همون باشه. حالا این اینم بزنیم. فهم اینقدر بد بود خجالت کشیدم. فاجعه است. بزنین همون در حد اسکیل 10 و اینا. آره. همونجوری که می‌بینی این نکته که وجود داره اینه که ستای اول اوکی، ولی باز داریم دیویت می‌کنیم. چرا؟ چون اینجا ما قرمز دیدیم ولی اصلا کلاً هیچی ابزرو نکردیم. خب یعنی اینکه واقعا اینجا هم کلاً همه میاد جزء خطاام. حالا باز هر چقدر این دهه رو بیشتر کنی می‌بینیم که خطاام بیشتر میشه. تا حتی دقت کنین که این داره سعی خودشو می‌کنه که فیت کنه، یعنی داره اون احتماله رو احتمالاً این کلی داره کم می‌کنه، اون احتمالی که داره تخمین میزنه برای باینومیال کلی داره کم میکنه، ولی همچنان چون این مدل خوبی نیست خطامون زیاد میشه. اوتلایر چیه؟ اوتلایر کدومش ها؟ الان جی اف 2 خود یه دونه چیز رو داریم، منظور از ایسد بود؟ ایسد چیزی بود که آها من خودم کاری که میکنم مثلا اینجوری باکس پلات میام میکشم. سوالی که دارن اینه که اصلا اوتلایر چوری تشخیص دادیم، چوری حذفش کردیم، چوری تشخیصش دادیم. مثلا در مورد این مورد خاص، یعنی من اومدم باکس پلات کشیدم، باکس پلات از یه جایی به بعد اوتلایر رو نشون میده. خب بچا میبینین حذف میکنه. البته این اصلا کار لزوما خوبی نیستا، یعنی خیلی وقتا همون اوتلایرتون کلی انفورمیشن توشه، ولی بعضی ما هم خطای سیستمی، مثلا اینجا خطای سیستمی ما اتفاق میفته. اینجا چون یه دونه بود افلایرمون، من خودم گفتم که خب اینم که مقدار ماکسیمم است حذفش کردم با دست. خب از این ایده ها باید بزنین، یه سری پکیج وجود دارن افلایرها رو دیتکت میکنن و بهتون میگن. خب ولی اونها هم همچنان متدای مثلا خیلی اثبات شده و اینا نیست لزوما. بعضی موقع خوب کار میکنن، بعضی موقع بد کار میکنن، ولی همچنان میگم اوتلایرها قابل توجهن. بعضی موقع واضحه که خطای سیستمی رو باید حذفش کرد، ولی بعضی موقع واقعا مهمن. یعنی دقیقاً. حالا اینجا چون 0 و 1 داریم ما خیلی چیز نمیبینیم. خب یعنی اگر باکس پلات خودش هم بشیم خیلی چیز جزایی نمیبینیم، ولی اگر مثلا یه چیز درست حسابی بود داره.
آره این اونو میتونیم زیاد کنیم ببینیم. نه این همون تعداد تکرار، این همون تعداد تکرار اساس با هم. آره قرمز نشون میده که توزیع چند چجوری باید باشه. حالا یه چیز دیگه هم که وجود داره این که علاوه این بوت فیته، علاوه بر اینکه میاد فیت میکنه، اگه بگیم از اون توزیع انگار بهترین تخمین هم بهمون میده از اون ماکسیمم، همون ماکسیمم لایک بود. مثلا برای پواسون الان ما بیان ببینیم پارامتری که تخمین زده چیه، جی اف 1 رو اگر که من پارامترشو بگیرم، خب این پارامتر برای توزیع پواسون یه دونه لامدا بود که این لامدا هم مثلا این مقدار رو براش تخمین زد، پس اینم ماکسیمم لایک بودش هم اینجا داره. به برای اون باینومیال هم هست، اینم احتمال.